بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. بیننده برنامه کوچ ایرانیان در تلویزیون جهانی ایران فردا هستید و ما همچنان داستان تاریخی شکست دولت 37 روزه دکتر شاپور بختیار را بررسی میکنیم. در این هفته نیز مینشینیم پای صحبت همکاران دکتر بختیار در ارتباط با روزهای پرشور کشور ما و شاهد میشویم که چگونه آزادی نیمبندی که ملت ایران طی چندین سال فعالیت اجتماعی به دست آورده بود یک شبه از دست رفت و حکومت نعلین و سپاه انقلاب اسلامی طی این 37 سال جایگزین همه خواستهای آرمانی ملت ایران شد. در این روزها شما شاهد این هستید که حکام امروز ایران اصلاح طلبان که نه، بلکه پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی و یا جانشین دوم او پسر آیت الله مطهری را نیز بر نمیتابند. شاهد این هستیم که در این 37 سال ملت که هیچ، امت هم در کشور ما جایگاهی ندارد، مگر ملایان تشنه و قدرت و پول و سپاهیان کشور انقلاب زده ما از سرزمینی که این همه ثروت در اختیار دارد به این آسانی میگذرند. آیا خواستهای ملت ایران در 37 سال پیش باید به اینجا ختم شود؟ گوش میکنیم به سخنان استاد دانشگاه و معاون وزیر اطلاعات رژیم گذشته دکتر همایون فر. سپس مینشینیم پای صحبت مشاور دکتر بختیار آقای رحیم شریفی و دیگر همکاران دکتر بختیار و در پایان ببینیم آیا دکتر شاپور بختیار میتوانست مسیر انقلاب را به سوی آرمانهای آزادی خواهانه ملت ایران تغییر دهد؟ وقتی یک حکومتی آزادی کامل به جامعه بدهد، نه تنها مدرسه ها در یک فضای بازتری فکر جوان ها رو میتونن به حرکت بیارند، بلکه خود جامعه هم بر اثر برخورد افکار با همدیگه دارای دانش و بینش بیشتری میشه. در دوران سلطنت خانواده پهلوی اینها به اعتبار این مملکت رو بسازند، یه مقدار زیادی فضا رو تنگ کرده بودن. میگفتن بهتر است که ما فضا رو آزاد نذاریم که در اثر دموکراسی کامل مسائل عملی به بحث و فحص کشونده بشه و زمان رو گم کنیم. بنابراین از این بابت آزادی ندادن. وقتی آزادی ندادن یه مقداری زیر این نوع سقف حکومت سازندگی شده، اما چون در این سازندگی ها نظرات فردی بوده، نظرات صنفی نبوده، نظرات مردمی نبوده، نه دل مردم این کارا زیاد بستگی داشته، نه افکار مردم شریک فکر سازنده این کارا بوده، کارا مردمی نیست، تعصبی مردم نسبت سازندگی ها نداشتن و این نقص اساسی بوده در سیستم قبلی. ما هم که تو کار بودیم خودمون که عکس خودمون نمیتونیم برداریم که، بنابراین ما هم تو اون سیستم فکر میکردیم میرفتیم جلو، اما بعد از اینکه آمدیم شکست خوردیم، چنانچه عرضم کردم آدمی که پهلوانی در کشتیگیری خورد زمین، دیگه وقتی خورد زمین نباید پاشو باز خودش دست بزنه. ما پهلوانی هستیم
خوردیم زمین، در پهلوانیمون حرفی نیست، اما پهلوان زمین خورده هستیم. تا اون حد که ما جزو پهلوانا قرار بگیریم خدمت شده، در اون حدی هم شکست خوردیم به نواقصی داشته. این نواقص رو باید به تحلیل و تجزیه بذاریم و افراد بدمی نباید این تعبیر بین بکنن که آقا چون شما وزیر بودی، چون وکیل بودی، چرا اون موقع نگفتی، چرا حالا میگی، چرا ول نکردی شغلت. این اعتراضات یک قدیم معل فارغه. اولا آدم خیلی توی سیستمی هست دیگه نمیبینه، آدم که داره شنو میکنه همه جا رو نمیبینه، فقط جلو خود چی میبینه. ما تو سیستم اینجوری بار اون آورده بودن، از نواقص اون سیستم بوده که ما رو یه بعدی بار میآورد. اما وقتی خوردیم زمین پا شدم میبینم چرا خوردم زمین، دنبال این چرا میرم. رفتن دنبال این چرا خودش نوعی جبرانه اشتباه، یه نوع وظیفه است. من باید اقرار کنم که آقا من به پهلوان هستم که زمین خوردم، چراهاشو پیدا کنم. چراهاشو چنان چرچ کردم در شرکت ندادن جامعه ایرانی بوده در سازندگی ها به طور کلی. یک جمعیت یه حدود 1 میلیون نفری از کارگر گمرک مثلا خرمشهر تا شخص رئیس الوزراء نخست وزیر بر کل جامعه 36 میلیونی مملکت حکومت میکرده. مردم فارغ بودن از حکومت، خبر نداشتن. رابطه ذهنی بین مردم و حکومت که سازندگی هم میکرده وجود نداشته. با کمال حسن نیت حکومت مجرم نبوده ولی مقصر بوده. اگر ما مثلا فرض فرمایید میگیم آقا چرا فرنگستان دوره رضا شاه لغت این برای تصویب رضا شاه برسونه، جوابش این نیست که آقا رضا شاه خادم بوده، حق نداره لغت تصویب کنه. خادم بوده، متخصص که نبوده که. کلیه امور متمرکز میشه ولی یه نفر، پلو 50 نفر، پلو 100 نفر این نایب دنبالش میارد. غرب مردم رو شریک در کارهای خودش میکنه. سازندگی ها با دست مردم ساخته میشه نه با دست دولت، چنانچه دولت ها رو مردم میارن نه یه فرد معین. این است که ما که آمدیم بیرون، ماها که مقصر هستیم، نسل جوانون به این روز انداختیم، در به درش کردیم، ما که مملکت رو این روز انداختیم، ماها مسئولان، حقوق بگیران، رتبه داران که منم توشون بودم، یه خود برای که گناهام سبک بشیم خود مطالعه کنم دلیلاشو پیدا کنم، به همین بچه‌هایی که سرنوشتشون من به روز سیاه انداختیم نوبنده بگیم که اونا اشتباه ما رو تکرار نکنن. آقای دکتر همایون فر، این صرفا در ارتباط با سبک شدن از بار گناهان احیانا من بله بله بفهم بله بله نه جنبه ارشادی هم داره، راهنمایی. بله 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 بله. ولی عواملی که بیشتر باعث شد شما بتونید به این نتیجه برسید چه بوده بیشتر که باید تجزیه و تحلیل کنم؟ منظور اینه چون من ببخشید من میبینم که خیلی از همکاران شما یا خیلی از اشخاصی که دستن در کار بودن و واقعا مسئولیت های خیلی در سطح بالا در کشور داشتن هنوز هم به این نتیجه نرسیدن، هنوز هم فکر میکنن که از نظر تاریخ عرض کنم رو دست خوردن، اونا کارشون کامل بوده، هیچ نقصی نداشته. رو دست خوردن هم مثل پشت پایی در پی پهلوان به پهلوان دیگه میزنه، باید بلد باشه تو فن مقابلش رو. ما شکست خوردیم. این اقرار رو باید قبول و این اقرار به گناه، گناه رو سبک میکنه، سنگین نمیکنه. حالا ما آمدیم بیرون، نتایج کار میبینیم. من میبینم الان من هویت سابقم رو ندارم، کسی هم منو دنبال نمیکنه، آزاری نمیده، ولی من آقای دکتر مایفر ایرون نیستم. به چه جهت؟ از هر جهتی که حساب بکنید من در اینجا استقلال رأیی ندارم که در جامعه که توش به عنوان مهمانم زندگی میکنم سهمی در این جامعه به عنوان یه عضو ندارم. پس من یه موجود بی خانه ای هستم، من یه موجودی هستم معلق معطل. پس من اون وضعیت اساسیم رو از دست دادم. از جهت فرهنگ بچه ها ممکنه کم کم زبان مادریشون یادشون بره، تاریخشون یادشون بره، هویت ملیشون رو فراموش کنن. این گرفتاری دومیه. و گرفتاری های بعدیش این است که من میبینم که چه کار از چه تاریخ بزرگی، چه فرهنگ بزرگی، چه سازندگی عظیمی تو مملکت شده و در اثر اشتباهات معدود، اشتباهات اساسی تمام اینها ساختنی ها همه دود شده، همه از بین رفته. این سرمایه مال تاریخ ماست، مال فرزندان ماست، مال ملت ماست. این سرمایه بسید که کسی آدم ببینه خونهش آتیش میگیره و صداش در نیاد. بنابراین
مختصر عشق به مملکت، مختصر علاقه به مملکت باید ما رو وادار بکنه به واقع گرایی. بی خود تو دیروز زندگی نکنیم دیگه، هی اون صدا نکنه جناب وزیر، جناب تیمسار، تیمسار سابق، وزیر سابق، سرهنگ سابق، استاد سابق، رئیس، ما همه سابقیم، ما همه تمر باطلیم. بخوایم لاحق بشیم آسینا رو بزنیم بالا می وسط، شروعش از خودمون اتوکریتیک کنیم، به خودمون انتقاد کنیم، نه من چرا این کار نکردم، حالا چی کار بکنم به جاش؟ حالا اینا رو بیان بگم و یه کاری کنم که بین من و اون کسی که به دست من زمین خورده تفاهم پیدا بشه. اگه من به بچه‌ها و جوانا بگم بچه‌ها جوانا، من جزو پدرای بود گناهکار هستم، دلیل گناهام اینه، بچه بیشتر منو دوست داره. یه این افتراقی که الان هست، این حقی که هم جوان از پدر و مادرها داره، از نسل ما داره و به حقم دارد، گله‌ای که داره، این گله رو ما می‌تونیم کمش کنیم، با هم دیگه کمک بکنیم. بنابراین راه نجات آینده است. وقتی هم یه تیاره سقوط میکنه، متخصصین میشینن یاد سقوط چه بررسی میکنن تیاره بعدی سقوط نکنه. یه مملکتی سقوط کرده، بنده من از یه آویاتور تیاره من رجوع این تیاره که میروندم فکر کنم. این تو واقعا بود نگاه کرد. این مسئله اهانت نیست، مسئله تحقیر نیست، مسئله نیست که هر چی بود به گردن شاه بود، گردن ما هم بوده. منم اگه دست از مقام میکشیدم قهر میکردم، کسی من حبس نمیکرد. من دوست داشتم مقامو. چرا دوست داشتم؟ برای اینکه سیستم نجوری بود که مقام همه چی به من میداد. مگه مملکت به من میداد، من داد مملکت میزدم، ولی چون شاه میداد من دادش کار میزدم. گناه شاه اینه. جشن 2500 سالی شاهنشاهی چرا میگیریم؟ ما 2500 سال شاهنشاهی داشتیم؟ نداشتیم. ما جشن چرا میگیریم؟ 2500 سال 3000 سال فرهنگ داریم. ما اسنادی داریم که تا 7000 سال پیش فرهنگ داشتیم. از کجای بعدا اسناد دیگه به دست من نیاد در کاوشایی که تا زمان غربی‌ها برام میکنن. خب بنابراین ما چرا بیاریم مسئله؟ خب چرا بیاریم جشن 2500 سال فرهنگ مردم بگیریم، مردم هم شریک بشن؟ اینا اشتباه بوده. یا فرض فرمایید یه مختصری یه بار منده یه جای گفتم آجون این تلویزیون که میومد یه برنامه هنری رو میآورد، برنامه دید هنری خیلی ارزش داشت، فوق العاده ارزش داشت، ولی اینا در یه فضای دربسته میبایستی مطرح بشی، نه در فضای باز جامعه که توش انواع تعصبات دینی و بیدینی هست. نباید متخصصین تلویزیون اوقاتشون تلخ بشه از آدم که چرا آقا ایراد میگیرید. من میگم آقا شما که میاد چهار تا آرتیست فرنگی رو میارید یه تئاتر خیلی نوعی مدرن آزاد میدید، مگه جامعه آزادی که توش این تئاتر میدید؟ نه، عکس عملش تعصبی، تعصب میاره و تعصب جهال رو را میدهد و جهال دادم این سرنم شدام درست میکنم. نه، عکس عملش تعصبی، تعصب میاره و تعصب جهال رو را میدهد و جهال دادم این سرنم شدام درست میکنم. بفرمایید شما اون 37 روز حساس دکتر بختیار رو که ایشون زمامدار نخست وزیری و آخرین نخست وزیر رژیم گذشته بودن، آیا با دکتر بختیار شما همراه بودید؟ البته که همراه بودم، برای اینکه من یک هفته تمام شبانه روز، روزایی که ایشون تصمیم داشتن نخست وزیر بشن، منزل ایشون بودم. 37 روزم بغل دست اتاقشون، اتاقی بود که من آقای سرهنگ زرقام اونجا می نشستیم و خب چندین مأموریت رفتم به سنندج و عرض کنم که اهواز اینا که خواهم گفت. عرض کنم که در اونجا من رفته بودم، وقتی بختیار میخواست نخست وزیر بشه رفته بودم به جنوب، مأموریت داشتم با آقای حسیبی که تلاش کنیم نفت به تهران بیاد و برای گرفتن بهانه از دست این حزب اللهیا و آخوندا بحثمون این بود که تلاش کنیم نفت به آفریقا و اسرائیل نره. رفتیم به اهواز، خب تلاش کردیم، واقعا زحمت فوق‌العاده کشیدیم، کارا رو تموم کردیم، کمیته رو انتخاب کردیم که داستانش مفصل و شنیدنی است، انشالله در یه فرصت دیگه تعریف میکنم براتون. اونجا آقای بازرگان دیدیم، سر و کلش با آقای
رفسنجانی پیدا شد، چون خمینی حس کرده بود که این کار نفت رو اگر جبهه ملی تمام بکنه به اسم اونا تمام نمیشه. آقای فرستاده بود اونا که الان پس نیست. اصرار این آقای سنجابی تلفن کرد، اصرار که آقای بختیار میخواد نخست وزیر بشه، زود بیا که بلکه بتونیم اینو منصرفش کنیم. من تمام اطلاعات رو تهیه کرده بودم، همه چی آماده بود، بردم پیش بازرگان و بازرگانم اصرار که بله زود برو، ایشون دارن نخست وزیر میشن، بلکه جلوش بگیری. گفتم فکر نمی کنید که حق با ایشونه؟ گفت نه. این گفتم آخوندها رو شما نمیشناسید، این جریانات و این کشتارها و این مسئله 17 شهر قفقاز و کشتن قائم مقام و اینا یادتون رفته؟ گفت نه، این دفعه جوانان تحصیل کرده مذهبی داریم که جلو آخوندها رو خواهد گرفت. برام قرار شد که من بیام به تهران، وسیله نبود. یک هواپیمایی که آمده بود هندی بود، خانواده انگلیسی ها رو ببره، تک تنها من سوار کرد، یه خلبان یه بنده سوار شدیم آمدیم تهران. که من تعجب کردم خب این پولی نکی داد، این برای چی من تک تنها رو بود؟ که البته فکر میکنم که از ناحیه آخونده بود که میخواستن من زودتر برسم به تهران، بلکه آقای بختیار رو منصرف کنم. من وقتی وارد شدم وضع غم‌انگیزی داشت تهران، افتضاح بود، همه جا آتش سوزی و رفتم منزل سنجابی داشت میرفت بیرون. گفتم آقا اوضاع خرابه، اینا آخونده مسلطن، اینا میان مملکت از دست میره. گفت نه، دست خودمونه، آخون میره قم، شما نگران نباش. بعد گفت پس زود برو خونه بختیار. رفتم دیدم بختیار پروژکتورها آماده است و خودش هم نشسته اون بالا داره نسخش مینویسه. این درست یک روز قبل از آغاز نخست وزیری بود؟ همون بعد روز دوشنبه بود. بله. روز نه چند روز قبل بود. چند روز قبل از نخست وزیری. بله. بعد من دیدم که آقای دکتر بختیار رفتم اونجا منزل دکتر بختیار و دیدم که داره نطقی ناشو مینویسه. گفتم چی کار میکنی؟ گفت برای اولین بار یک نخست وزیری نطقش رو خودش مینویسه و از 28 مرداد به عنوان کودتای ننگین یاد میکنه و از مصدق هم تجلیل میکنه، دیگه چی میخوای؟ گفتم خیلی چیزای دیگه. گفت پس تو برو به خونه، به خانم اینا بگو که یه هفته خونه نمیری، ساعت 9 اینجا باش، من میرم پیش شاه برمیگردم. رفت و برگشت، نشستم یه ویسکی خوردیم با هم و بعد از کنم گفتم که خب چی شد، تو چی جوری شد که اینو قبول کردی؟ گفت که من فکر کردم که مملکت داره میره، مدت ها پیش من تلاش میکردم، با آقای آموزگار رفتم سراغ شاه که با آموزگار گفتم به شاه میگه تو حکومت بده به جبهه ملی، با فرح رفتم صحبت کردم، به فرح هم همین پیشنهاد رو کردم. بعدم تمام این حرفا رو من با شما شاهد بودی در جلسات جبهه ملی، همه این حرفا رو من در جبهه ملی مطرح کردم. حتی وقتی شاه توسط آموزگار پرسید که چه کسی رو جبهه ملی میخواد نخست وزیر بکنه و شما، من رفتم تو جبهه ملی هیئت شورای جبهه ملی مطرح کردم و همه گفتن صالح، که من هم گفتم صالح، منتها قرار شد که صالح رو معرفی کنیم. گفت که دکتر شاه گفت که زودتر پس معرفی کنن صالح رو. تلفن کردیم با آقای سنجابی، آقای سنجابی لندن بود، بهانه پیش پاریس بود، بهانه در آورد چون شنید که آقای صالح نخست وزیر خواهد بود، از این نمد کلاهی برای ایشون نیست، بهانه در آورد که من کارم تموم شد. بعد گفت هواپیما نداریم. شاه گفت هواپیمای اختصاصی بفرستیم. گفتن آقا هواپیمای اختصاصی بفرستیم. بختیار تلفن کرد که آقا هواپیمای اختصاصی میاد، نیومد، خلاصش نیومد. من با بختیار خب اون 7 روز رو موندیم برای تعیین وزرا، که خب لیست دست من بود و وزرا رو تعیین میکردیم. بعدم اون روز شنبه که ایشون داشت میرفت به کابینه به من گفت برو نخست وزیری، سرگوش آب بده من میام. بعد از شرفیابی آمدن اونجا، من از اون روز دیگه با بختیار بودم و تا روز آخر آخرین نفری بودم که از بختیار خداحافظی کردم، چون اونم داستانی داره. روز 21 بهمن دیدم که سنجابی تلفن کرد که پاشو بیا کار داریم. من به بختیار گفتم، چون صبح میرفتم دیگه هر روز اونجا.
گفت که برو ببین چی میگه. رفتم دیدم آقای بعدها فهمیدم که اردبیلی، آقای اردبیلی، قاسمی، بکری، آقای سنجابی نشستن و میگن اگر قرار است که بختیار با چیز خمینی ملاقات کنه نقطه نظرهاش چی؟ گفتم من که خمینی نیستم، اجازه بدید تلفنی بپرسم. از بختیار پرسیدم، بختیار 6 مورد رو گفت و من یادداشت کردم اون 6 مورد رو دادم دست آقای. نکات مهم اون 6 مورد چی بود آقای شریفی؟ یادداشت کردم ولی الان یادم نیست. اوکی بله. مسلم چیزی دست خمینی رو نمیگرفت خودشش. بله بله. اون روحیه و خصوصیات که داشت. بعد گفتن خیلی خوب. رفتن روز 22 بهمن باز ساعت 9 سنجابی تلفن کرد که پاشو اینجا. رفتم دیدم باز این آقایون هستن. گفتن که آقای بختیار حاضر بیاد با بخت خمینی ملاقات کنه. گفتم باید بهش بگم. تلفن کردم دیدم عصبانی، گفت پاشو بیاین، قرباقی فلان فلان شده، خیانت کرد، اقلا نخواسته که تضمین جان این عمرای ارتش رو بگیره، همه اینا رو میکشن، زود خودتو برسون اینجا. من راه افتادم تا میدان کاخ اومدم دیدم نمیتونم، خیابونا شلوغ و در خیابان کاخ کرسیدم، میدان کاخ کرسیدم دیدم یه کامیون از اون دفتر اسرائیل میاد بیرون پر اساس اینا، یه بس مجاهدم با بازوبند مجاهد اصلی دستش نشسته روی چیز. من دیدم با اتومبیل نمیتونم برم، اتومبیل گذاشتم کاخ، رسوندم خودم رو به نخست وزیری. آقای افسر به اصطلاح مسئول حفاظت به من گفت که من تا آخرین لحظه خونم وای میستم برای بختیار، اما اوضاع خرابه، آقای بختیار بگین که از اینجا زودتر بره. من از پله ها رفتم بالا، دیدم عصبانی تو اتاق داره قدم میزنه، گفت پدر سوخته قره‌باغی خیانت کرد و راه نیفا. این لابد چند دقیقه یا چند ساعت بعد از اون اعلامیه بیطرفی ارتش بود؟ بله. اعلامیه رو پری منم نفرستادن، فرستادن اول به رادیو و سختم عصبانی بود. گفتم که آب موندن شما اینجا فایده نداره، باید برید. تلفن کرد که هلیکوپتر بیاد. بعد با هم دیگه بغل کردیم و به من گفت سرقامم ببر. گفتم والا من الان که میرم پایین اون جمعیت پایینه، نمیدونم که سرنوشتم چی خواهد شد. اگر ایشون هم به سرنوشت من مایل هم به سرنوشت من دوچار شد تصمیم گفت نه پس ایشون هم جدا میفرستم. و همین روبوسی کردیم، من که خداحافظی میکردم عباس خوری وارد شد، عباس خوری بخلیم. و دیگه ایشون که رفت به مخفیگاه، و البته میدونید که مخفیگاهش هم به من گفتن البته که قرار است که ما پیش آقای منزل جعفرودی جلسه ای داشته باشیم ولی حالا دیگه موردی نداره من بیام، مهازا توی زنگی بزن. ساعت 3 زنگ زدم، گفتن که ایشون نیومده است، همه آمدن ایشون نیومده. بله البته میدونید که جلسه ای بود. بله در منزل جعفرودی. بله. ایشون از هلیکوپتر که پیاده میشه تلفن میکنه به آقای مهندس موین. صحیح. و آقای مهندس موین میاد صبح ایشون رو برمیداره میبره خونش و 4 ماه و نیم در حدود 5 ماه منزل مهندس مهم بود. پیرزن این از این مواظبت کردن. و هیچ کس خبر نداشت. نه هیچ کس خبر نداشت. یه حادثه این هم برام تعریف کرد، خیلی جالب بود. گفت که نشسته بودیم این وقته ریختن تو خونه ما. صحیح. که ایداد بیداد گرفتار شدیم، حتما هممون دیگه رفتیم. بعد کاشف به من آمد که یک کسی رو دنبالش میگردن، فرار کرده، دارن خونه ها رو میگردن. خب. بختیار هم نشسته بود توی، آمد نشست توی اتاق، روزنامه رو گرفت دستش رو شروع کرد خوندن. خواستار هم وارد شد، نگاه کرد، دید یک کسی اونجا نشسته، متوجه نشد، راشد کشید رفت و با یه نفس راحت کشید. بعد هم که میدونید که به وسیله فرانسوی ها به عنوان یه تاجر ارز کنم با ویزای یه تاجر فرانسوی، یعنی با پاسپورت فرانسوی، بله به عنوان یه تاجر فرانسوی پاسپورت درست کردن و از ایران خارج شد. چه کسانی کمک کردن برای این پاسپورت؟ دولت فرانسه کمک کرد آقای شریفی؟ سفارت فرانسه کمک کرد. با توجه اون سوابقی که در فرانسه داشت، عضو ارتش فرانسه شد، داوطلب، بله میدونم، در هنگ توپخانه کار خدمت کرد، بعدم عضو 2 سال عضو نهضت مقاومت ملی فرانسه شد. بله میدونم. اون سوابق و بعدم شرکت داکتیران در تهران که درست شد، شرکت بزرگی بود
که سهام عمدش مال فرانسوی ها بله. بود و ایشون مدیر عامل شرکت داکتیران بود بله. از اون طریق هم خب یک رابطه بود بین این بله. به هر حال جات پیدا کرد، ما با هم قرار گذاشتیم. البته من دیگه نمیدیدمش تا شب اول که خیلی نگرانی بود و ناراحت بودیم همه. رادیو گفت بختیار کشته شد، تلفن زنگ زد، گوشی برداشت، اول با خانم صحبت کرد، بعد با من صحبت کرد، گفت من سالمم و جامم خوبه. دو خبر بود، یکی کشته شد ولی بعد تکذیب کردن گفتن ولی دستگیر شد. نه. یادم هست روز دوم اعلام کردن بختیار دستگیر شده. خودش تلفن کرد گفت که نه خبری نیست و من جام خوب است و نگران نباشید. بعدم دو تا پیام فرستاد دیگه، میدونید که یکی در مسئله رفراندوم گفت که ماهیت رژیم جمهوری شناخته نیست، من رأی نمیدم، شما هم رأی ندید. یکی هم در رفراندوم قانون اساسی دوباره پیام فرستاد که پیامش از جراید خارج هم پخش شد در روزنامه‌های خارج، در داخل هم بر طریق بود دسترسی پیدا کردیم، تکثیرش کرد. و اونجا هم گفت که به قانون اساسی رأی ندید، این مغایر با قانون مملکت و بر ضد آزادی و دموکراسی است. خب در کنار درختی در قبرستان مونپارناس پاریس هستم، جایی که دکتر بختیار 24 سال است آرمیده. از آقای آموزگار پرسیدم که شما چگونه کشور را ترک کردید. البته در اون موقع من منزل دوستانم مخفی بودم، یعنی برای همین موضوع رفتم خونه دوستانم و دوستانم صلاح دیدن که من بهتر استش که از ایران برم. در اون زمان البته تمام حساب‌های منو خلاصه بسته بودن، مسروق کرده بودن، من حتی یک شوید پول نداشتم و نظاهر اینها، ولی خب رفقا همت کردن و مقداری پول جمع کردن و ما به یکی از این آدم هایی که این کاره بود به قول معروف و معمولا این کار رو میکرد و افراد رو از ایران به خارج میبرد، با یکی از اونها تماس گرفتیم از طریق یکی از اساتید دانشکده اقتصاد و اون به عهده گرفت. و باز هم من البته خونه خودمون نبودم، خونه یکی از دوستانم بودم، اون آقایی که قرار بود که فرداش بیاد و من رو از ایران ببره بیرون اومد اونجا و با هم یه قرار بنداری گذاشتیم و پولی رو که باید بهش میدادیم دادیم و تمام اسناد و مداری که من هم گرفت و ما دادیم به او. و بعد او گفتش که فردا صبح ساعت 5 صبح جلوی چی شاپ بود در خیابون پهلوی، کافی شاپ بود، بله کافی شاپ، اونجا جاراش قرار گذاشتیم ساعت 5 صبح. من ساعت 5 صبح رفتم اونجا و کدی که ما داشتیم و باید از این بود که من باید میپرسیدم از راننده که آیا اسم شما آقا مختار هست، اگر او گفت بله باید سوار شد. همین کار رو کردیم و رفتیم و من پرسیدم که آیا شما آقا مختار هستید، من گفت بله و منم سوار شدم و راه افتادیم و بسیار بسیار با محبت، بسیار بسیار واقعا دوستانه، کاملا احساس میشد که طرفی که میخواست من را از ایران خارج بکنه، گرچه خب بابت پولهایی که باعث میدادن به آدمها، به ژاندارمها، به پاسدارها و نظایرین خب یه مقدار پول گرفته بودن، ولی اصل ماجرا این بود که این رو به عنوان یک خدمت میهنی تلقی میکردن. ما آمدیم و خب برای اینکه نگم که کجا بودیم، گفت باید بگم که در یکی از این مرزهای شمالی ایران، شمال غربی ایران، از اونجا قرار شد که خارج بشیم. شب منزل یک آقایی که کرد بود مهمان بودیم و بسیار پذیرایی جانانه و انسانی کرد از ما و ما بعدش فردا صبح آمدن و راهنمایی کردند و ما رفتیم از ایران خارج. به فاصله نیم ساعت بعد هم در اون طرف رفتیم به یک ده دیگر که اون ده هم تصادفا کرد نشین بود و منظر یکی از اون کردها که هنوز هم اسمش یادمه، اسمش محمد پولاد بود و شنیدم که فوت کرده است، به همین دلیل اسمش رو بردم.
رفتیم منزل او و او هم واقعا اساسا شما نمیدونید که چه کینه نسبت به جمهوری اسلامی وجود داشت در فضا و در بین همه مردم و اینها تنها نوعی که میتونستن اون کینه‌شون نشون بدن محبتی بود که به مهاجرین میکرد. بعد در اون یکی طرف هم خیلی خوب از ما پذیرایی کردن، بسیار بسیار خوب پذیرایی کردن و من دقیقا مثل اینکه تو خونه خودم بود همینطور زندگی میکردن و بعد از 3-4 روز مقدماتی فراهم کردن که من تو پاسپورتم به قول من مهر ورود زدن و دیگه از اون لحظه دیگه من رسمی در ترکیه بودم. بعد با هواپیما از ارزورون اومدیم به آنکارا و از آنکارا اومدیم به استانبول. در استانبول دیگه دوستان و آدم های آقای دکتر بختیار بودن که من رو به تحویل گرفتن. یه از اون به بعدش یه هیچ گرفتاری نداشتم. یه نکته خیلی بامزه و جالبه بعد از این است که وقتی ما به طرف ارزورون داشتیم میرفتیم در یکی از این کافه های وسط راه ایستاده بودیم و اون آقایی که پذیرایی میکرد به اصطلاح میزبان من بود گفته شما باشید من برم یه تلفن بکنم به استانبول بگم که شما رو تا اینجا آوردیم. رفت و وقتی برگشت دیدم که اصلا این رفتارش با من به کلی عوض شد، یعنی جلو من نمیشه سلام میکرد احترام میکرد تا اجازه نمیگرد. خیلی من دوستدار گفتم که چرا اینجوری میکنی؟ و خیلی دوستانه با هم تا به حال بودیم، چرا الان اینجوری میکنی؟ گفت من تا حال نمیستم شما چیکاره بودید، الان که تلفن کردم به استانبول به من گفتن که شما چیکاره بودید در ایران، بنابراین طبیعی است که من باید احترام بذارم. تنش لرزیده بود. بله، شاید مثلا در تمام عمرش اولین کسی بود که وزیر میدید مثلا. به هر حال با اون کاری ندارم. وقتی دیگه به استانبول رسیدیم دیگه در استانبول به بعد کارا بسیار راحت بود. آدم های آقای دکتر بختیار من رو دست گرفتن، امکانات رو فراهم کردن. بعد ما رفتیم آلمان و از آلمان برای من امکانات فراهم کردن چون ویزا گرفتن برای فرانسه بسیار دشوار بود در اون موقع. و ما رفتیم پرتغال، در پرتغال با کمک یک بازرگان بسیار بسیار نامی پرتغال تونستیم از سفارت رو برای 3 روز ویزا بگیرم که 3 روز هم عنوان دلال گوسفند به من ویزا دادن که من 1 روز برم به فرانسه، روز دوم برم و گله گوسفند رو ببینم و بخرم و روز سوم از روی خارج بشم. طبیعی است که به محض اینکه ما به فرانسه رسیدیم من به خودم رو به پلیس معرفی کردم. دیگه دوستان و نزدیکان دکتر بختیارم امکانات کافی در اختیار داشتن و تونستیم که اولین قدم ها رو برای گرفتن اجازه اقامت انجام بدیم و بعدم طبیعتا مثل تمام ایرانی ها تقاضای پناهندگی کردم و پناهندگیم رو قبول کردن و ما هم شدیم جزو اطرافیان آقای دکتر بختیار رو با ایشون کار میکردم تا سالیان داشت. من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم آقای دکتر بختیار و اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ بنده معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدن. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حداقل داده بودند، کسی گوش به خمینی فرا نمی داد. مردم ایران به حساب نیامدن، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمی آمد. از این جهت من با علم و اطلاع اینکه روزهای اول بسیار دشوار خواهد و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه،
ایران تکرار میکنم متاسفانه، ولی از همون روز اول باید قدم های در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت، داده بشه. هر کس این کار را عملا، نمیخوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودند در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرف های لس آنجلس شما که متاسفانه همه اشخاصی اونجا هستند ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند. داریم متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر صد مرتبه من برگردم به ایران، خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسر ایران هم محال کنم. بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات را آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن، که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشون هم حاج من جعفر یا حاج من باقر، هر کی میخواد باشه باشه، به من و شما چه تأثیری داره که این باشه یا او باشه. بایستی به مردم آزادی بیان داد، اما باز آزادی کلاشینکوف خیر، آزادی کوکتل مولوتوف خیر، آزادی ساختن بمب خیر، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. ولی این کارو باید کرد و این عمل اگر نشه دوباره در اختفاست و همون بازیه که پیدا شد. یه عده‌ای که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این دود توی اتاق پیچید، شما از پنجره هم خودتون بیرون میاندازید. پس معتقد به این نیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدم چهار کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه، معاذ. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150000 نفر بودیم. و اگر خائنینی که بیطرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفهای شما و این طرفهای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز می نشست و با دولتی که اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت می نشست به صحبت کردن. اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. دیگه این ایراد نیست. بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه را. صریح و صدیق حرفی که 10 سال، 15 سال، 20 سال زده بودم با تکرار کردم. و این عرض میکنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست، ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره این کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما، اقلا حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم، این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم، مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه، به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف.
های دکتر بختیار، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانی هم دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت را به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنم. خواهش می‌کنم. هفته پیش رو سالگرد انقلاب اسلامی در کشور ماست و من و شما از طریق جعبه جادو نگاه خواهیم کرد به رهاوردهای این تلاش 100 ساله ملت ایران در کشور باستانی ما. تا هفته آینده شاد و پاینده باشید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.